بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیریم، اما در آغاز سرخط خبرها. تعریف رئیس جمهور غنی از نظام بانکداری در افغانستان. آقای غنی میگوید بانکداری در افغانستان به وسیله برای دزدی دارایی عامه مبدل شده است. نگرانی مجلس نمایندگان از بدتر شدن وضعیت امنیتی. اعضای مجلس از گسترده شدن جنگ در فاریاب به شدت نگرانند. با تاکید نخست وزیر بریتانیا بر مبارزه جدی این کشور علیه گروه داعش. امروز دوشنبه 22 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 13 جولای سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یوسف. رئیس جمهور غنی میگوید که بانکداری در افغانستان به وسیله برای دزدی دارایی عامه مبدل شده است. آقای غنی در همین حال به اصلاح سیستم بانکداری در افغانستان تاکید میکند و استقلالیت بانک مرکزی را در امر انسجام سیاست‌های پولی مهم میخواند. در همین حال رئیس بانک مرکزی اطمینان میدهد که برای بهبود سیستم بانکی در افغانستان تلاش میکند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. هرچند میزان سپرده های مردم به بانک های خصوصی پیشرفت خوبی را نشان می دهد، اما نظام بانکداری افغانستان در این یک دهه مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است. حدود 2 سال پیش ورشکست شدن کابل بانک، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان، زنگ خطری برای همه بانک های خصوصی بود. نزدیک به 1 میلیارد دلار سپرده های مردم در نتیجه آنچه فساد مدیران این بانک خوانده می شود مفقود شد. رئیس جمهور اشرف غنی هم در نخستین روزهای کاری خود مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و به بازگشایی پرونده کابل بانک خواست اعتباری از دست رفته افغانستان را در سطح جهان برگرداند. آقای غنی برای بررسی دوسیه کابل بانک به دادگاه عالی کشور 1.5 ماه مهلت داده بود تا همه متهمان را محاکمه و حکم صادر نماید. از مدت تعیین شده رئیس جمهور غنی نزدیک به 10 ماه سپری شد، اما عده‌ای از متهمان کابل بانک در داخل و خارج به صورت آزاد گشت و گذار میکنند. با این همه رئیس جمهور غنی در نشستی که به مناسبت معرفی رئیس بانک مرکزی در کابل را اندازی شده بود گفت که بانکداری در افغانستان به وسیله برای فراهم سازی زمینه قرضه دهی به مردم نه بلکه به وسیله برای دزدی دارایی عامه مبدل شده است. رئیس جمهور غنی در این حال به اصلاح سیستم بانکداری در افغانستان تاکید میکند و استقلالیت بانک ملی در امر انسجام سیاست پولی را مهم میخواند. کابل بانک همیشه در تاریخ از این ملک باعث یک صفحه سیاه خواهد بود، ایواز از این که بانکداری وسیله رشد اقتصادی، وسیله فراهم نمودن قرضای مساعد برای متشبسین باشه، به یک وسیله دزدی از مردم و دولت مبدل شد. این بحران فضل خداوند در راه حل است. محاکم ثلاثه افغانستان چارچوب تصفیه را گذاشتن و پول ملت در حال استرداد است. در همین حال رئیس بانک ملی اطمینان می‌دهد که برای بهبود سیستم بانکی در افغانستان تلاش می‌کند. او همچنان سیستم نظام فعلی بانکی در افغانستان را پر از چالش‌های جدی خواند و گفته است که برای ایجاد یک سیستم بانکی قانونمند تلاش‌های پیگیر می‌کند. ما امیدوار هستیم با تدابیری که ما اینجا خواهد گرفتیم نقطه پایانی بر بحران بانکی که کابل بانک روی مواجه شد گذاشته خواهد شد. هدف اساسی ما هم هیچ مطلبی به جز ایجاد یک سیستم سالم و نیرومند و قانونی بانکی هیچ چیز دیگری است. این در حالی است که پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی بانکداری خصوصی تجربه تازه در این کشور بود. در یک دهه گذشته در افغانستان 13 بانک خصوصی ایجاد شده که در کنار 3 بانک دولتی دست به فعالیت یازیدند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در کشور بدتر می شود. به گفته آنان همکنون در 6 ولسوالی ولایت فاریاب جنگ جریان دارد و 60 تن از نیروهای امنیتی در این ولایت شهید شدند. این اعضای مجلس ادعا دارند که 400 تن از جنگجویان بیرونی با نیروهای امنیتی در این ولایت در جنگند و اگر حکومت توجه جدی به این ولایت نکند، ولایت فاریاب سقوط خواهد کرد. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. افزایش ناامنی ها در کشور سبب نگرانی شهروندان کشور شده است. شماری از نمایندگان مجلس می گویند که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در کشور بدتر می شود. به گفته آنان همکنون در 6 ولسوالی ولایت فاریاب جنگ جریان دارد و 60 تن از نیروهای امنیتی در این ولایت شهید شدند. این اعضای مجلس ادعا دارند که 400 تن از جنگجویان بیرونی با نیروهای امنیتی در این ولایت در جنگ و اگر حکومت توجه جدی به این ولایت نکند، ولایت فاریاب سقوط خواهد کرد. امیال 400 ازبکستانی است و در رأس یک نظامی که کشته شده به خاطر از امو نظامی خود، اینا عملیات تهاجمی در فاریاب انداختن در 6 ولسوالی. فعلا 6 ولسوالی وقتی که سقوط کنه، ولسوالی المار اگر دوستا از فاریاب هستن 11 دقیقه با مرکز ولایت فاصله داره، یعنی 2 کیلومتر هم نمیه، 11 دقیقه 2 کیلومتر فاصله نداره و اونمو جرد دیسانتی اگر هلیکوپتر روان نکنه جناب رئیس، وضعیت به حد خواهد شد که فاریاب سرسوب دیست دیگه، نامش از چی افغانستان بکشین از نقشه افغانستان. دو وزارت داخلی نه، وزارت دفاع نه او ریاست امنیت ملی نه په جدی توګه غوښتنه کوو چې د ولس او د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. هر هغه څوک چې بد امنیتی پیدا کوي، ولس ته ستونزې پیدا کوي، د قوم نه، د ژبې نه، د نژاد نه، د مذهب نه د تیر شي، د یو افغان او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځي. دا چارواکي این نمایندگان از عدم هماهنگی نیروهای امنیتی کشور نیز انتقاد میکنند و میگویند هماهنگی لازم بین نیروهای امنیتی کشور در نبرد با مخالفان مسلح وجود ندارد. شما امنیت از کی میخواین وقتی که پست های مهم کلیدی امنیتی به اساس تبار و تنظیم و خیش و قوم و مذهب تقسیم میشه؟ شما امنیت از کجای افغانستان میخواین وقتی که افغانستان در مارکیت بین المللی لیلام میشه؟ اگر بنا شوه ما در این سرزمین پول پیدا کنیم، چوکی داشته باشیم، اقتدار داشته باشیم، سیادت داشته باشیم، مورد احترام باشیم، دنیا امن و امان باشه، هرگاه اگر یک از این موارد به خطر بیفته پس همه چیز را ما منفی ببینیم، اونمو طرف خالی گلاس را ببینیم، بگیم در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه برادری هست، نه مسلمانی هست، نه هم دیگر پذیری هست، نه اتحاد هست، نه اتفاق. اما امروز افتخار میکنیم که نماینده یک ملت مسلمان هستم، ولی که نی افتخار ما میخواهیم شما خواهر و شما برادرم داشته باشین که نماینده کیست؟ نماینده یک ملت مسلمان هستین. 1.5 میلیون شهید داده. آیا همی سر وضعیت رکمیال فیران همی خواهر ما شکره بارگزه همیز داره نمایندگی از یک خانم مسلمان به نمایندگی از یک ملت مسلمان مجاهدی که 1.5 میلیون شهید داره هست یا نه؟ حد اقل میره من بخواییم بگم لطفاً شوهرش تاراج کرده، میلیون ها دلار کابل بانک را تاراج کرده و به صورت غیر قانونی. در همین حال مسئولان امنیتی گفتند که امکنون در 11 منطقه در ولایت فاریاب مصروف نبردند که در 6 روز گذشته بیشتر از 70 تن از مخالفان مسلح در این ولایت کشته و زخمی شدند. معاون شورای عالی صلح از همه مخالفان مصالح دولت می خواهد که به احترام ماه مبارک رمضان به جنگ و خونریزی پایان بدهند و به روند صلح یک جا شوند. معاون شورای عالی صلح رای حل اساسی برای تحقق گفتگوهای صلح دائمی را وحدت و یک پارچگی مردم افغانستان به همدیگر پذیری عنوان می کند. این مقام شورای عالی صلح تأکید می کند که مخالفان مصالح دولت دیگر هیچ بهانه برای ادامه جنگ ندارند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. نشست مشترک شورای علما و شورای عالی صلح به مناسبت بزرگداشت از نزول قرآن کریم
در ماه مبارک رمضان در کابل برگزار شد. عالمان دین بر اهمیت و فضیلت ماه مبارک رمضان از نگاه قرآن و سنت روشنی انداختند. او در قرآن کریم موضوع در انسان او در قرآن کریم غایه و هدف در بیلار انسان تا در سملار خودن در دو موضوع دیر مهمی چی در قرآن موضوع انسان در معاون شورای عالی صلح از همه مخالفان مسلح دولت می خواهد که به احترام ماه مبارک رمضان به جنگ و خونریزی پایان بدهند و به روند صلح یک جا شوند. معاون شورای عالی صلح راه حل اساسی برای تحقق گفتگوهای صلح دائمی را وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان و همدیگر پذیری عنوان می کند. این مقام شورای عالی صلح تاکید می کند که مخالفان مسلح دولت دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند. دیر طول مشکلات تا د حل لاری او د دې لپاره جواب فقط زمونږ وحدت دی، زمونږ یووالی دی، او عادلانه او منصفانه ناستې او ولاړې دي تر څو مونږ زمونږ خپل مصالح مخالف هم په دې باندې وپوهوو چې ته جنګ د څه دپاره کې. زه خو یم دا ستا جنګ او د ستا د جنګ دوام د خارجیانو د حضور او پاتې کېدو باعث دی. که ته دې ته امادګي وښیې چې راځئ د قرآن عظیم شان د هدایاتو په رڼا کې یو عادلانه سوری ته رسیدل غواړو، هر چا ته خپل حق ورکو او د کاري معیار او اهلیت په بنا باندې په نظام کې سره برخه اخلو. زه یقین لرم چې دې لپاره د حل لارې پیدا کیږي. این در حال است که به تازگی برای نخستین بار گفتگوهای مستقیم میان حکومت و نمایندگان گروه طالبان در پاکستان برگزار شده است، اما ظاهرا شورای عالی صلح در این گفتگوها نقشی نداشته است. دور دوم این گفتگوها پس از عید فطر برگزار خواهد شد. یک زن در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به دلیل فقر و تنگ دستی شام روز گذشته خودکشی کرده است. گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در این باره گفته است که این خانم 20 ساله بود و 4 کودک داشته است. ولسوال بغلان مرکزی افزوده است که برای تحقیقات بیشتر تیم برای بررسی این خودکشی به محل حادثه اعزام شده است. 12 تن از مخالفان مصالح دولت در ولایت ننگرهار کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفته است که این مخالفان مصالح در حمله هواپیمای بدون سرنشین نیروهای ائتلاف عصر دیروز در منطقه میدانک ولسوالی اچین کشته شدند. به گفته او در میان مخالفان مصالح دولت که در این حمله هوایی کشته شدند ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی کوت ولایت ننگرهار هم شامل است. عاملان تجاوز جنسی به کودک 3 ساله در شهر کابل باید اعدام شوند. شماره از نمایندگان مجلس این عمل آدم روبایان را به این کودک خلاف تمام ارزش‌های دینی و اسلامی می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که این آدم روبایان را دستگیر و اعدام کنند. این در حالی است که آدم روبایان یک کودک 3 ساله را یک هفته پیش پس از روبودن از حوزه 8 شهر کابل مورد تجاوز قرار داده و به قتل رساندند. حفیظ الله سرنگی گزارش دارد. آدم روبایان یک کودک را یک هفته پیش پس از ربودن از مربوطات حوزه 8 شهر کابل به گونه فجیع کشتند. این کودک که 3 سال سن داشته است پس از ربودن توسط آدم روبایان مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است و با ضربات سنگ بر سر و صورتش کشته شده است. اعضای مجلس نمایندگان این کار ربایندگان را خلاف تمام ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌دانند. این طفلی که معصوم 3 سال در اطراف ما تا 3 ساله و 4 ساله را اطفال سینه مادر میچشه، تا 3 ساله و 4 ساله را ما دیدیم اطفال سینه مادر میچشه، تا 7 سالگی را ما طفل را دیدیم که چوشک در دهنش هست با ما قسم خواب میبره. این مورد تجاوز جنسی گروهی قرار میگیره. منطقی اسلام اخلاقیت اون طرف در منطق بشریت، در منطق حیوان ولا گرمی گپ جای داشته باشه. این کودک ربوده شده پسر بوده است، اما با گذشت یک هفته از کشته شدن این کودک هنوز پلیس کابل موفق به شناسایی آدم ربایان نشده است.
نمایندگان مجلس مسئولان امنیتی پایتخت را به بی‌پروایی در این رویداد متهم می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که عاملین این جنایت را به زودی شناسایی کند. سرانم یک طفل بیچاره ای که به واسطه هستم کار شد، بچه وزیر می شد، بچه کلان می شد، فلان می شد، فلان می شد، می دین که هر کدوم می آمد که جناب من چی خدمت کنم. یک کسی از مسئولینی حداقل هم امیر حوزه ای که مسئولیت داره، اما آمده برای امو وارثینش گفته که من خدمت پیگیری میکنم، چرا تحقیق نمیشه؟ و ما صدا میکنم از همینجا سرقومندان امنی کابل و مسئولین حوزه مربوطیش که به هرچی عاجلتر مرتکبین این جنایت بسیار قبیح و ناروا را زودتر دستگیر بکنن و به پنجه قانون بسپارن. در این اواخر میزان جرم های جنایی در شهر کابل افزایش یافته است. بر اساس آماری که پیش از این مجلس ارائه کرده است، در یک ماه گذشته 65 آدم ربایی و نزدیک به 190 مورد سرقت موتر در کابل به ثبت رسیده است. بیشتر شماری از باشندگان ناحیه ششم و سیوم شهر کابل نیز شکایت کرده بودند که به دلیل افزایش سرقت‌های مسلحانه و قتل مجبورند شبها پاسبانی کنند.